درود بر شما، حالتون چطوره؟ محمود مهر علیان هستم. این کتاب زیبا رو میخواییم با هم داشته باشیم، یونیت پنجش رو. البته ویدیوهای قبلی رو دست ندید، یونیتهای قبلی رو کاور کردم و از این به بعد همین کتاب رو درس خواهم داد. IELTS Vocabulary کتاب جدید این سری هست، برای نمره 6.5 به بالا. خب بریم ببینیم یونیت در مورد چیه. در مورد striving to achieve study and work. Strive بچه یعنی تلاش کردن، یعنی try so hard. You make attempt to achieve something. Striving to achieve, to get something, to have a success or succeed in a field. این در مورد اینه، در مورد تلاش برای رسیدن و به دست آوردن. Achieve یعنی دست آورد داشتن. Study و work در زمینه مطالعه و کار. با این شروع میشه این کتاب. چند تا سوال از شما میپرسه برای warm up. What keeps you motivated in your studies؟ خیلی سوال جالبیه. Motivated یک adjective هست، یک صفته به معنی چی شما رو با انگیزه نگه میداره؟ In your studies، تو مطالعتون چی باعث میشه که شما انگیزتون رو از دست ندید؟ چند تا جواب نمونه گذاشته، البته چند تا ایده است. Having a group of hardworking friends you can study with. یک گروه از hardworking، آدم های hardworking که باشون میتونی مطالعه کنی. Being able to study when and where you choose. Being able to، عزیزان able to همیشه با be میاد. I am able to، you are able to، he is able to. اینجا چرا being اومده؟ برای اینکه اول جمله اومده و حالت یک حالت اسمی داره، به جای اسم اومده. البته فعل با ing خودش دیگه، بهش میگن gerund. okay. Being able to study یعنی قادر بودن به مطالعه. When and where you choose، هر زمان و هر جایی که شما انتخاب کنید. Receiving a reward for your efforts. Efforts مثل strive. البته strive یه ذره فرمالتر و قویتر و همچین دست و پنجهش بیشتره. چی بگم؟ تلاشش بیشتره. خب for your efforts، اینم کلمه خوبیه به جای try، یعنی تلاش ها، نونه، درسته؟ Receiving a reward یعنی جایزه بگیری برای تلاشاتون. Getting positive feedback from your teachers and tutors. Positive feedback یعنی یک feedback positive، مثبت دریافت کنید. Get میتونیم بگیم، receive هم میتونیم بگیم به جای get. From your teachers and tutors. Tutors کسایی هستند که بیشتر به صورت خصوصی کار میکنن. معلم های یعنی private teacher ها به صورت یعنی اسمشون tutors هم نامیده میشه. Taking course that offers practical work than rather than simply theoretical content. بچه این خیلی مهمه. Practical work یعنی کار عملی. اوکی؟ پس یه کورسایی رو برداریم، یه درسایی رو برداریم که کارهای عملی توش هست. Rather than simply theoretical content. پس practical work opposite-ش theoretical content. کارهای عملی، content ها، محتوای نظری. Practical course و unit هم میگیم، یعنی یک واحد عملیه و theoretical هم میشه نظری. اوکی؟ اینم جالبه. یه listeningی داریم که من ترانسکریپتش اینجا براتون گذاشتم و هر نکته‌ای که هست میخوام بهتون بگم. بچه گرولینگ که underline کردم فقط، یعنی کلن از این بباس همی کنم underline کنم. کلماتی که تو انگلیسی و امریکن یه کوچولو متفاوت اسپلینگش. مثلا گرولینگ اینجا دو تا L داریم، ولی تو امریکن ما با یک L مینویسیم. گرولینگ بهش میرسیم معنیش چیه. بذار تو کانتکست ببینم شما میتونید حدس بزنید. پیشنهاد میکنم که اینجا یه پاس کنید، متن رو بخونید و سعی کنید کلیتش رو حدس بزنید که در مورد چی هست و بعد با هم بریم جزئیاتش رو یاد بگیریم. I'm studying accounting at the moment and I find it really hard to keep motivated sometimes. I find it hard to do something. خیلی قشنگه، برای اینکه نظرتون رو بدید با find این کار رو بکنین. I find it interesting. خیلی جالبه. I find it hard. I find it difficult to keep motivated. که motivated بمونم sometimes. There are so many facts and figures to learn. Facts and figures. این دوتا خیلی کنار هم میان. یعنی اعداد و ارقام.
تو فکت که میدونی یعنی یک فکت، یک فکت علمی، یک حقیقت علمی. فیگرز یعنی نمبر، ولی دوتاش با هم میتونه عدد و ارقام ترجمه بشه. There are so many facts and figures to learn and the exams are really grueling. میتونی حدس بزنید؟ Extremely difficult. خیلی خیلی سخته. Extremely difficult. So you've got to study hard all the time. پس grueling میشه اصلا له میکندت. Okay, grueling. I find the only way to do it is to set myself a goal, you know, give myself something to aim for. Okay? اینو پیدا کردم. I find. اینم جالبه. استفاده کردم از find. یعنی متوجه شدم. I understood. I realized. به جاش میتونیم بگیم. The only way to do is to set myself a goal. Set a goal یعنی یک هدفی رو تعیین کردن. Okay? You know, give myself something to aim for. یه چیزی به خودم بدم که aim for کنم. یعنی به سمتش هدف بگیرم. Aim بچه یعنی نشانه گرفتم. خب این جالبه. به معنای هدف هم هست. خب. Give myself something to aim for. پترن قشنگیه. For me, that is the only thing that helps me with the learning process. تنها چیزی که کمک میکنه با learning process. collocation جالبیه. It doesn't have to be a big thing. It might just be rewarding myself with a night out if I'm successful in a test. A night out. یعنی نیاز نیست این کلا جمله میگه نمیخواد چیز بزرگی باشه، فقط ممکنه یک جایزه دادن به خودم باشه. Rewarding myself with a night out. بعضی وقتا night out رو میتونید سر هم ببینید عزیزان. A night out. میبینید به صورت نونی استفاده شده. وقتی که یه نفر میره شب بیرون خوش میگذرنه بهش میگن night out. با have هم میاد. مثلا last night we had a night out with our friends. با دوستامون دیشب رفتیم بیرون خوش گذراندیم. این مثلا مثالی که این زده برای reward. I know I'll reap the rewards one day. Reap بچه یعنی درو کردن. حالا اینجا معنی برداشت. یعنی این جایزه رو برداشت کردن. دقیقا هم reap این حرکت رو بهش میگن reap کردن. درسته؟ همون درو کردن. I reap the rewards. این هم خیلی قشنگه ها. collocation قشنگه. یعنی یه روزی بالاخره خودم جایزه رو برداشت میکنم. یعنی به اون هدف بزرگترم میرسم. یه روزی when I'm qualified. وقتی که من qualified بشم، منو انتخاب کنن. My aim is to be qualified by the time I'm 25. هدفم، دقت کردید، هدف میشه aim. To be qualified is to be qualified by the time. تا زمانی که 25 سالم شد qualified بشم. بریم سراغ این سوال، این قسمت. Words and phrases related to study and motivation. ازتون یعنی این لیسنینگ این کتاب از ما میخواد که تمام کلمات و فریزایی که مربوط به استادی موتیویشن هست رو پیدا کنیم. من یه دونه برمیگردم بک میزنم، شما نگاه کنید و بعد بریم توی اسلاید جوابش رو ببینیم کدوم کلمات به مطالعه، کدوم فریزا به مطالعه و یادگیری ربط داره. خب این studying accounting یه سابجکتی رو ما استادی میکنیم. keep motivated. Facts and figures to learn. The exam are really grueling. You can use it. Very nice. Study hard. Set myself a goal. Give myself something to aim for. Learning process. collocation خوبیه. Rewarding myself with. یعنی من به خودم با اون جایزه میدم. به وسیله اون. حالا اون something رو هر اونجا که اون جایزه هست میتونه باشه. Successful in a test. Reap the rewards. یعنی برداشت کردن اون جایزه. اوکی یعنی به هدف رسیدن. qualified و my aim is. بریم سراغ سپیکر دومی. دو تا فایل لیسنینگ داره. الان این دومیش رو داریم با هم بررسی میکنیم. باز هم پیشنهاد میدم که یه پاس کنید، کلیتش رو نگاه کنید، هر کلمه و فریزی که مربوط به لرنینگ هست رو بهش دقت کنید که دوباره بیایم با هم بررسیش کنیم. بریم سراغ ترانسکریپت دوم. I'm working at the moment but I don't like my job so I've decided to further my career. بح بح. Further my career یعنی در این زمینه شغلیم پیشرفت کنم. Okay? By taking a computer course at night. چه قشنگه further. اینجا further به صورت verb میبینیم. I'm finding it a struggle completing my assignments. خیلی قشنگه. دوباره استفاده کردن از find به عنوان ابراز نظر، حس تو بخوای بگی.
اما اینجا میبینید present continuous آورده. I'm finding it. Okay? I'm finding it. I find it. توی قبلی بود. این I'm finding it a struggle. Struggle یعنی تقلا. برای من it's a struggle. چیه struggle؟ Completing my assignments. Assignments یعنی همون homework. تکلیف هایی که به شما داده میشه. Assignment میشه تکلیف. پس با complete هم میاد. و کلن چه جمله قشنگیه؟ I'm finding it a struggle completing my assignments. I'm lucky though. با این حال من خوش شانسم. بچه این ذوه بیشتر تو اسپوکن ممکنه ببینین. یعنی اینو تو مکالمه و خیلی سریع استفاده میکنم. مثل همون باته. اما آخر اون حرفت زده میشه. I'm lucky though. با این حال یه جورایی مثل although دیگه درسته. با این حال I'm lucky. خوشبختم. خوش شانسم. Because I get on really well with some of the other students. برای اینکه با بعضی I get on really well. You get on very well. You know, you can say that I have a good relationship. I have great time with my other classmates. خب, other students and we get together once a week to help each other revise. میشه مرور. Revise. یه دوره رایگانم تو سایت اکسیر هست. معجزه مرور. حتما ببینید. Revise and study for our exam. Revise یعنی مرور کنیم. Okay? و مطالعه کنیم. Some people might find it. ببین. Might find it distracting. چه قشنگ استفاده از find برای گفتن نظر. Some people might find it distracting. Distract یعنی حواس پرت کردن. حالا به صورت adjective استفاده شده. They find it distracting. آره با اینجا میاد. Distracting براشون. یعنی حواس پرت کنه. چی؟ این کار که با هم جمشیم و revise کنیم. But for me, it helps make the course more sociable and so more enjoyable. برای من sociable میکنین رو یک کورس اجتماعی با دیگران بودن sociable. یعنی فرق sociable یعنی اجتماعی. آدم اجتماعیه. And so more enjoyable. It's a pretty dry subject. Dry subject. بعضی وقتا بعضی از درس‌هایی که ما درس میدیم مخصوصا چیزایی که یه ذره خشکه بهش میگیم dry. دقیقا همون خشک توی اینجا استفاده شده. It's a pretty dry subject. میتونید در مورد یک subject استفاده کنید. I think مثلا math is a dry subject. یعنی بیمزه است. خشکه. And they're teaching us in a pretty boring way. Pretty boring way. یه جوری خیلی boring هم درست میدن. But I really feel like broadening my knowledge. علامت collocation. Broadening my knowledge of computers. بعد از knowledge هم of میاد. حواستون باشه. Broadening my knowledge. یعنی knowledge و دانش هم رو broad کنم. بیشتر کنم. وسیع ترش کنم. But I really feel like broadening. یعنی این حس رو دارم. حس و حال این کار رو دارم. Broadening my knowledge of computers. خب چه کلماتی مربوط به یادگیری و این چیزها بود؟ اینا که تأکیدم کردم. Further my careers. Taking a computer course, finding it a struggle, completing my assignments, help each other revise and study for an exam, dry subject, teaching us in a pretty boring way, broadening my knowledge of computers. خب بریم سراغ این قسمت. عزیزان, اینجا ما میخواییم این کلمات رو استفاده کنیم که معمولاً با knowledge collocate میشه. این کلماتی که اینجا میبینید, broaden, limited, local, specialist, prior, detailed, in depth, but common. اینا همه چیه؟ collocation knowledge, یعنی دانش. خب, یکی یکی اینو میگم و بعد بخواییم ببینیم که چطور میتونیم با knowledge یکی از اون انتخاب کنیم که توی جا خالی بخوره. اولیش broaden our knowledge, که یعنی مشخصه گفتم, یعنی که دانشمونو وسیع تر کنیم. Limited knowledge of, یعنی یه نالج خیلی جزئی دارم, محدودی دارم. لوکال نالج, یه نالج لوکال یعنی محلی. حالا باز باید ببینیم تو مت کوچیکی به درد میخوره. اسپشیالیست نالج یا اکسپرت نالج یعنی یک مهارت متخصص رو میخواد به این صورته, ولی خیلی استفاده میشه. پرایر نالج, پرایر یعنی قبلی. مثلا این کار یه prior knowledge میخواد, یه دانش قبلی میخواد که این کار رو انجام بدی یا این درس رو بگذرونی. detailed که مشخصه, یعنی دانش detail یعنی جزئیاتش رو بلد باشی.
و in depth. In depth دقیقا مثل خودش هم که هست in depth یعنی جزئی، یعنی خیلی عمیق. deep یعنی عمیق، depth نونشه و in depth با همشه یک دانش عمیق و common که یعنی دانش common، یعنی همگی میدونن، مشترک. خب حالا بریم سراغ اولیش. thanks to a few classes at university. اینجا thanks to عزیزا یعنی به خاطر، به لطف، به لطف قشنگ تره. thanks to a few classes at university I have. چه جور نالشی دارم؟ of Russian. میتونیم بگیم limited knowledge of Russian. درسته؟ چون گفته a few دیگه، وقتی که few، پس این limited از همش به نظر من بهتره. بریم سراغ بعدی. since the news report details of the business deal are now. این راه نمایی کنم، این می که بعد از، یعنی از اون گزارش ورزشی، دیتیل جزئیات این بیزنس، این قرارداد بیزنسی، قرارداد کاری are now دیگه چیه؟ بر همگان مشخصه. کدومش بهش میخوره؟ common knowledge. خب بریم سراغ سه. being a political reporter requires چه نوع نالجی میخواد؟ requires national and international affairs. بچه اینو چند تا جواب میتونیم بدیم. اول این سه رو بهتون بگم. این که یک گزارشگر سیاسی باشیم نیازمنده اینه که از چی بدونیم؟ national and international affairs. affairs یعنی توی متون سیاسی یعنی کارها، کارهای یا اتفاقات، رویدادهای نشنال و اینترنشنال افرز. از این نالجی باید داشته باشیم، حالا نالج خوبی باید داشته باشیم. تو این لیستی که من میبینم چند تا جواب میتونه باشه که به معنی نالج خوب باشه. A specialist knowledge of national and international affairs. روابط بین الملل. اوکی، روابط بهترین کلمه است برای افرز. An in-depth knowledge of، یک knowledge عمیق از، یا a detailed knowledge of. شما خودتون تو چه زمینه ای a specialist knowledge دارید؟ میشون بگید I have a specialist knowledge of یه چیزی، I have an in-depth knowledge of یه چیزی، I have a detailed knowledge of. ببین چه قشنگ، خیلی خوب اینه تو آیلتستون استفاده کنید. بریم سراغ بعدی. Visiting the country did so much to teach the language and people. یعنی رفتن و دیدن اون کشور خیلی کمک کرد. Did so much. خیلی کار انجام داد. کمک کرد به چی؟ که چه اتفاقی بیفته؟ knowledge من چی بشه در مورد language and people؟ میتونی حدس بزنید؟ بله. To broaden my knowledge of the language and people. یا to broaden his or her knowledge of language people. هر کدومش میتونه درست باشه. Number 5. The Spanish course is for absolute beginners. So no چیچی is required. برای beginner است، برای اونکه صفر صفرم. پس چه نوع دانشی لازم نیست؟ یه دانش قبلی، درسته؟ So no prior knowledge is required. چه جمله قشنگیه؟ خب بریم سراغ بخش بعدی. نکته بسیار مهم، error warning، یعنی حواستون باشه این اشتباه رو نکنید. Be careful with your use of articles, verbs and prepositions with the word knowledge. با knowledge چطور میشه آرتیکل ها رو، ورب ها رو، اینا رو استفاده کرد؟ Look at the following examples. این مثال رو نگاه کنید. You have a gap in your knowledge. نگید of your knowledge. You have a gap in your knowledge. حالا بعدی. His knowledge of classical music is amazing. حفظ کنید این بالایی رو. اینا که زیاد باهاش برخورد کردیم، ولی این رو میتونید حفظ کنید. His knowledge of classical music is amazing. نه about و for، حواستون باشه این استودیو ندیم. Visitors should acquire knowledge of the local customs. اونه که دارم میان اینجا رو ببینن باید چیکار کنن؟ acquire knowledge، خیلی کالکشن خوبی، یعنی learn knowledge of the local customs. یه دانشی در مورد لباس های محلی داشته باشن، نه get the knowledge. حواستون به اینم پس باشه.
خب تا اینجا کافیه. خیلی خوشحال میشم اگر منو سابسکرایب داشته باشید و با لایک و کامنتتون به من انرژی بدید که ادامه بدم. خیلی ممنونم. تو ویدیو بعدی ادامه یونیت رو پیش خواهیم برد. متشکرم از همراهیتون.